تلاش میکنیم با استفاده از آیات و روایات و یا سخنان بعضی از اندیشمندان مسلمان در این زمینه و بررسی زوایای این دیدگاه و این نظریه انشالله بپردازیم و بتوانیم انشان. که در حقیقتی نظریه کاملا مستدل و مستند بسازیم چون ارز کردم که خیلی از اندیشمندان مسلمان و متکلمان نظر اونها این است که این نظریه و این دیدگاه تقریبا بهترین پاسخ و بهترین نظریه است که میتواند پاسخگوی اون سوال اصلی باشد که چرا خداوند ما را در جهان آخرت کیفر میکند اقاب میکند اگر خاطر بینندگان محترم و ارجمند ما باشه ما در برنامه گذشته هم در او لحظات آخر یک آیه رو برای ورود به تبیین و بررسی این نظریه و این دیدگاه اشاره کردیم که ما دوباره او آیه رو خدمت شما تلاوت بکنم و آیه دوم رو باز هم توضیح بدهم این آیه آیه ششم و آیه هفتم سوره مبارکه تحریم بود که در حقیقت در آیه ششم خطاب به مؤمنان است و در آیه هفتم خطاب قرآن مجید به کافران هست که چون در شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم در حقیقت در ایامی است که از زنان مسلمان و مادران مسلمان در این ایام تجلیل می شود و مقام و منزلت بانوان مسلمان را گرامی می‌داریم و حقیقتا فرزندان در این ایام جایگاه و منزلت مادران را گرامی می‌دارند در حقیقت این آیه شریفه ششم سوره مبارکه تحریم هم به نحوی اشاره به جایگاه و منزلت خانه و خانواده دارد بله. که در آیه هفتم اشاره به و اون عرایزی که بنده میخواهم خدمت شما تقدیم بکنم و به عنوان دلیل برای این نظریه باشد آیه هفتم اشاره به او دارد در این آیه شریفه ای ششم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان را نفس خودتان را و اهل خودتان را خانواده خودتان را بستگان خودتان را از آتش نگه دارید در حقیقت به صورت مستقیم این آیه شریفه میخواهد بیان بکند اگر خانه و خانواده را به حال خود رها بکنید مواظب اونها نباشید در حقیقت پیامد کردار اونها ممکن است آتش باشد ممکن است اگر شما تربیت شایسته برای خانواده و برای فرزندان انجام ندهید ممکن است آنها را به سوی آتش نزدیک کرده باشید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هناس اون آتشی که آتشگیره او، هیزم او، ماده قابل اشتعال او هم انسان ها هست، هم سنگ است. هم انسان ها را می سوزاند و هم سنگ را می سوزاند علیها ها تن غلاز شداد اون آتشی که بر اون نگهبانان است که این نگهبانان غلیزن خشن هستند و سختگیرن اینها رعفت و رحمتی نسبت به انسان ها ندارن فقط مطیع دستورات خداوند هستند هرچه از سوی خداوند به اونها دستور داده شود همون را انجام میدهد بلده. لا لای الله ما امرهم آنچه را که خداوند به اونها امر کرده است محصیت نمی کند نافرمانی نمی کند و یفعلون ما یعمرون آنچه به اونها امر شده است انجام میدهد بدون کم و بله این آیه شریفه در حقیقت اشاره به جایگاه خانه و خانواده است که انسان ها مواظب خانه و خانواده باشد خانه را بالاخره بدون بال تربیت دینی و تربیت اسلامی او باشد او را در مسیر آتش قرار ندهد اگر از تربیت خانه و خانواده انسان غفلت بکند در حقیقت خانواده را در مسیر آتش قرار داده است بله. سراحت آی شریفه است بله این آیه نکته است که کسایی که در مسئله تربیت و اینها کار کردن و زحمت کشیدن و به همه آیه استناد میکنه که بله. انسان باید نه تنها در فکر خودش که نظر تربیتی باید به فکر خانواده خودش و حتی دوروبری های خودش و خیشاوندان و حتی جامعه بله. خودش باشه بله. که بله. مسئولیت اونها چون به عهده سرپرست خانواده گذاشته شده این مسئولیت ایجاب میکنه که بله. چون این مواظبتی باید داشته باشه بله. من پیش از این که به آیه دوم اشاره بکنم چون در این ایام متیمن و متبرک با نام بانوی دوسرا حضرت زهرا سلام الله علیهاست اشاره بکنم در این آیه شریفه یک نکته اساسی دیگری هم که وجود دارد و خیلی از مفسران هم به این نکته اشاره کرده است این است که میفرماید قو انفسکم و اهلیکم برد. اول نفس را مقدمی بر اهل میداند یعنی کسی میتواند اهل خود را تربیت بکند که اول خود را تربیت برد. کرده است این تنها اختصاص به تربیت خانه و خانواده نداره تربیت اجتماع هم همین گونه است تربیت جامعه هم همین گونه است تربیت مردم و هدایت مردم همین گونه است برد. کسی میتواند جامعه را تربیت کند که اول خود او تربیت شده باشد کسی میتواند جامعه را به مسیر مستقیم هدایت بکند که اول خود او در مسیر مستقیم قرار داده شده باشد پس در گام اول در قدم اول تربیت نفس است تربیت خود است اما آیه دوم را اشاره بکنم یا ایو کفر کفرو لا تعتذرو علیام ای کسانی که کافر شده اید. خطاب اول در آیه اول به مؤمنان بود بله. خطاب در آیه دوم به کافران است کسانی که کفر ورزیدند مشرک شدند نافرمانی خدا را کردند ای کافران لا تعتذروا الیوم در امروز قیامت عذر نیاورید بله ما فلان مشکل داشتیم حق را نشناختیم بالاخره مسیر اطاعت برای ما روشن نبود کسی ما را هدایت نکرد کسی ما را دستور نداد عذر نیاورید حجت برای شما تمام بود مسیر حق و باطل برای شما روشن بود چون حقیقتا اگر انسان بالاخره در اون دنیا قاصر باشد او بحث دیگری است ممکن است خداوند از در رعفت و رحمت با او وارد شود و بالاخره در همونجا جا در بر او عرضه کتاهی، شود در کتای خودش معذور بله بله بله, بله، معذور اگر باشه بله. اما بحث سر اون کسان است که مقصرن کوتاهی کردن حق بر اونها آشکار شدن اطاعت و بندگی خداوند بر آنها عرضه شدن اما کوتاهی کردن تقصیر کردن لا تعتذروا الیوم امروز عذر نیاورید انما تجزون ما کنتم تعملون این آیه شریفه این فراز از آیه میفرماید شما امروزه در جهان آخرت و در عالم حشر در عالم قیامت جزا داده میشوید ما کنتم تعملون یعنی بله. جزای شما عین همون عمل شماست این عین... ظهور و نمود عمل شماست باطن عمل شماست درست این عینیت از چه قسمی استفاده ما میشه ما کنتم تعملون بخاطر که ممکنه قسمی هم ترجمه بشه یعنی به بس... سبب یعنی با آنچه که شما بر صورت در دنیا انجام دادید نتایج هم ممکن به معنای نتیجه و پیامد هم ترجمه شوه خب نه اون نیاز به یک هزینه و نیاز به یک تأویل دیگری داره درست صراحت آیه شریفه میفرماید بدون هیچ واسطه دیگری ما کنتم تعملون انما تجزون ما کنتم تعملون برد. شما جزا داده میشوید را که بودید عمل کردید یعنی آنچه که در دنیا عمل کردید امروز همون عمل خود را میبینید در واقع اون اعمال شما همون مجازات شما همون اعمال شما مجازات شما چیز دیگه اضافه است. چیز دیگری نیست اگر در دنیا شما عمل خوب انجام دادید امروزه اون چهره و جلوه خوب عمل خودتان را میبینید که ما از او تعبیر به پاداش میکنیم تعبیر به ثواب میکنیم اگر شما در دنیا معصیت کردید نافرمانی کردید او چهره دیگر که ما از او تعبیر به کیفر و اقاب و عذاب میکنیم امروزه در جهان حشر و عالم قیامت میبینید پس چیز جدایی نیست خداوند میفرماید یک امر قراردادی نیست که بالاخره یک امر قرار دادی باشد چون شما معصیت کردید من شما رو مجازات کنم نه